وهو القاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين، لا سيما المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم نور قلوبنا بالعلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا فعالا لما يريد، حل بيننا وبين من يؤذينا بحولك وقوتك. اللهم يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء، اكفنا ما يهمنا من أمور الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. با حمد و سپاس و ثنای فراوان بر خداوند متعال و با درود بر محمد مصطفی علیه الصلاه و السلام و علی آله و صحبه الکرام و با دعای این که خداوند شهادت این جوانان موحد مظلوم اهل سنت ایران را در راه دینش، در راه اسلامش، در راه توحیدش بپذیرد و به خانواده هاشون صبر ایوبی نصیب فرماید. و با عرض سلام و ادب شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی، از مؤمنان و صالحان و حق جویان و منصفان، از خداوند متعال تقاضا دارم که در این ساعتی را که انشاءالله خدمتون خواهم بود، آنچه را که مورد رضای اوست، آنچرا که برای دین و دنیای من شما مفید است، آنچرا که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار من شما مفید است، آنچه که برای اصلاح خانواده و جامعه من شما مفید است، آنچه که برای اصلاح قلب و فکر من شما مفید است، خداوند آن را بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید. و شما سروران ارجمند را، و شما برادران و خواهران محترم را، و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به نیکویی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند، که چنین کسانی را قرآن، خداوند در قرآن کریم خردمند و اولو الالباب و صاحب عقل نامیده است. کسانی که به سخن گوش میدهند و بهترینش را برمیگزینند، نه کسانی که به چشم و گوش خود مهر زده اند. چشم داری تو ز چشم خود نگر، من گر از چشم رافضی سفیه بی هنر. گوش داری تو ز گوش خود شنو، گوش آخوندان را چرا باشی گرو. در شرح بهترین سخن، در شرح سخنی که جن انس را یارا و توانایی آوردن شبیهش نیست و نبوده و نخواهد بود،
در شرح سخنی که تنها کتاب آسمانی است که به زبانش باقی است و تنها کتاب آسمانی است که از روز ابتدایش که نازل شده حکمت خداوندی بر این قرار گرفته که برای همه بشر باشه، مخصوص یک گروه و یک طایفه و یک قوم و یک ملت نباشه، برعکس کتب پیشین. بلکه اون موقع جهان کوچک بود، امروز جهان، اون موقع جهان مرتبط نبود، امروز جهان نه که مرتبطه، اون چه که در شرق و میته در همون لحظه در غرب خبر میشن. و پیغمبران خداوند هم همه مسلمان بودند، تسلیم خدا بودند، موحد بودند، یکتا پرست بودند. اون چرا که شیادان دینی، فراماسورهای باطنی و غیر باطنی برای رباخاری خود، برای این ادیان، این شرایع رو تحریف کردن، دعوت ها رو تحریف کردن، این مشکل انبیا نیست، این مشکل بشره. ولی عیسی پاک، عیسی صالح مسلمان بود، موحد بود، موسی موحد، موسی پاک، موسی پیغمبر و اولو العزم، چون عیسی یک مسلمان بود، یک موحد بود و هکذا همه انبیا. و این از ابجدیات و الفبای دینه که امروز متاسفانه چون ما در غربت دین قرار داریم، فهماندنش حتی به روشنفکران، به اصطلاح درس خوندگان و تحصیل کردگان هم مشکله، نمیدانند و نمیخواهند بدانند. آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند. آن کس که بداند و نداند که بداند، بیدارش نمایید که بس خفته نماند. آن کس که بداند و بداند که بداند، اسب مراد از گنبد گردون بجهاند. خداوند ما و شما را از اینا قرار بده. در شرح بهترین سخن رسیدیم به آیه شریفه 61 از سوره انعام که راجع به مدیریت خداونده، قهاریت خداونده، راجع به تدبیر خداونده، اینکه ولایت مطلقه از آن اوست، اینکه ولایت را، ولایتش را به هیچ بشری نداده، نه به پیغمبری، نه به فرشته‌ای، نه به بزرگی، نه به کوچکی. و این آیات که بفهمیم، اون وقت میدونیم که زندیقهای بیدین و ویرانگر مده تشیع، از خمینی تا کلینی که لعنت خدا بر اینها باد، چه بازی با قرآن کردند، چه بازی با دین کردند. پس اگر میخواهید از این بلایایی که بر سرتون اومده خلاص شوید، بیاید قرآنتون را بفهمید. علی علیه السلام به پیروی از نبی صلی الله علیه و سلم می فرماید که در وقت فتنه ها به قرآن مراجعه کنید. یعنی که قرآن سرتون بذارید مثل این بچه آخونده؟ نه، چه فایده قرآن سرتون بذارید، احکامش زیر پاتون بذارید؟ قرآن رو بفهمید. خدا آمد به ما و شما فهم درست و قلب روشن و ضمیر بینا و وجدان منصف عطا بفرماید. تلاوت آیه رو از یکی از بلبلان حرم بشنویم، سراغ تفسیرش و بعد از اون هم سراغ ترجمه شعریش و بعد هم سراغ تفسیرش انشاءالله، که امروز دومین جلسه. وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. خدا را بود قدرت و اقتدار فراتر از این بندگان دیار. این ترجمه خیلی دقیق نیست.
ترجمه دقیق ترش اینه که خداوند برتر و عالیتر از بندگانشه، بر همه قاهریت داره، ولایت داره. خدا را بود قدرت و اقتدار فراتر از این بندگان دیار. برای نگهداری از جانتان ملک را نمود و نگهبانتان، ملک را نمود او نگهبانتان، که تا آن زمانی که اندر قضا رسد موقع مرگ، مرگ یک تن فرا، رسولان ما زو ستانند جان، نوازند تقصیر هرگز دران. خداوند بر همه چی مسلطه، قهاریت از آن اوست. و اون چرا که من شما میبینیم از اشیاء که تأثیری میداره، این تأثیر وقتی رخ میده که خدا بخواد، و رضا این در تناقض با قاهریت و ولایت خداوند نیست. این در تناقض با این نیست که چرا معصیتش میکنن، چرا بعضی او را به جنگش میان، به جنگ خدا میرن، احکامش رو زیر پا میذارن، کتابش رو زیر پا میذارن، گمراهی رو منتشر میکنن، بشر پرستی، امام پرستی، قبر پرستی، بت پرستی، شهوت پرستی و صدها پرستش دروغین. این در تناقض با این ترس و بیم در دل دیگران میندازن. همه اینها به امر خداست، لیکن چطور؟ خداشناسان، علمای عقیده یه جواب مفید و مختصری میدادن که این اشیاء رخ میده نه به وسیله اونها، بلکه در وقتش، در تقارن با اونها. یعنی هیچ چیزی تأثیری نمیذاره مگه اینکه وقتی خدا اراده کنه، لیکن این تأثیرش هم به قوت ذاتی خودش نیست. دوستان خواهش میکنم الان زنگ نزنید، الان وقت احتمال میدم که امیدوارم اشکالی نباشه، شرطانی نباشه، نه اشکالی نیست. پس اشیا اون چرا که من شما میبینیم تأثیرش وقتی رخ میده که خداوند اراده بکنه، تأثیرش به قدرت ذات خودش نیست. کبریت رو شما روشن میکنید، خداوند میخواد این کبریت روشن میشه، لیکن من شما چون این روشنی رو در تقارن میبینیم فکر میکنیم تأثیر از کبریته. یا یه تعبیر دیگه دارن اهل علم، اینجا اراده به معنای اجازه دادنه. یعنی من شما رو از زنا، از فحشا، از معاصی منع کرده و دستور به عفت داده، دستور به پاکی داده. وقتی که خدای نکرده یک زانی زنا میکنه، یک صیغه صیغه میکنه، یک حرام خوری حرام میخوره، خمس میخوره، شرک میکنه، از قبور درخواست میکنه، میگیم که خداوند اجازه داده که این کارو بکنه. چرا؟ چون آزادش آفریده. یعنی بعد از این که این شخص اصرار در معصیت کرده،
خداوند اجازه داد این کار ازش سر بزنه و الا میتونست مجبورش کنه سر ازش سر نزنه، لیکن معنی امتحان از بین میره. و با این کار رو با هر کسی که بخواد نمیتونه انجام بده. این نقطه خیلی مهمه. ظلمی که میکنه، معصیتی که میکنه، با هر کسی که بخواد این کار رو نمیتونه بکنه، بلکه با کسی که خداوند بخواد با کی باشه ظلم نیست. چرا؟ خداوند از زنا جلوگیری کرده، از معصیت جلوگیری کرده، راضی بهش نیست. یه انسان میخواد دزدی کنه، این میخواد دزدی کنه، اراده دزدی کرده، اصرار بر دزدی کرده، با وجودی خداوند بر حضرش داشته، با وجودی که هشدار بهش داده، اصرار که میکنه خداوند بهش اجازه میده. اجازه میده یعنی چی؟ یعنی جلوشو نمیگیره. لیکن این اجازه مطلق نیست و از هر کسی نمیتونه دزدی کنه، بلکه اجازه دزدی، اجازه تعدی به کسی رو خداوند بهش میده که اون گرفتن مالش برای اون تعدیبه، یا تعدیبه ادب کردنشه، یا معالجهشه، یا امتحانشه، یا ترقیشه، یک حکمتی ظلم برش رخ میده. یکی صحابه بزرگوار پیامبر مقدار از مالش دزدیده شد. ببینید چه نفسهایی داشتند اینا. فرمود که ای بار خدایا، اگر این شخصی که مال منو دزدیده نیازمند بوده مبارکش بگردان، و اگر اثر بدصفتی و دوصفتی این مالو برداشته، این مالو دزدیده، اینو آخرین گناهش قرار بده. خب اینجا این صحابی مورد امتحان قرار گرفت، لیکن در امتحان چی شد؟ پیروز شد. ولذا وقتی خداوند تبارک تعالی می فرماید که در آیت الکرسی آیه 255 سوره بقره، الله لا اله الا هو الحی القیوم، الله جز او الهی نیست، معبود راستینی نیست، و او زنده است و مدبر، قیمومیت داره. همین صفتی رو که رئیس جمهور پلید سابق ایران مثل بقیه پلیدان ولایت تراش معمم و غیر معمم به بت‌های خود میداد که اسمشون امام گذاشتن. این قیومیت، قیمومت، تدبیر، سرپرستی مخصوص خداونده. معبود راستینی جز خداوند نیست، خالق جز خداوند نیست، مسیر جز خداوند نیست، منع کننده جز خداوند نیست، عطا کننده جز خداوند نیست، بلند کننده جز خداوند نیست، به زمین زهنده، عزت دهنده جز خداوند نیست، ذلیل کننده جز خداوند نیست. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. چرا؟ چرا همین صفات بزن؟ برکه کمال مطلقه یک، برای که اون خواب نمیگیره، خواب بره دنیا از بین بره، امامایی تو که شما دید که ولایت تکوینی دارند پف کنند آسمان رو باد میبرشون، امامای کارتونی، این امامای بشقا پرندهی و اینا که میخوابیدن، که خواب وقتی خوابن چکار میکنه؟ دنیا چکار میکنه؟ اینقدر فکر نکردید؟ اما خداوند صفات خودشو خودش معرفی میکنه، میگه خوابش نمیگیره، حتی خوابالودم نمیشه، چرتم نمیزنه براتش بی. بعد له ما فی السماوات و ما فی الارض، آن چه در آسمان ها و زمینه از آن خداونده، از آن امام نیست، همه کائنات مال اونه. چرا؟ چون خلقش کرده. این امام بشقا پرندی و نمیدونم پشت ابرها میره و نمیدونم، نه اینا برای ریشخند به شما درست کردن،
له ما في السماوات وما في الأرض. آن چه در آسمان ها و در زمینه از آن خداونده. چرا؟ چون خلقتش از آن اوست، چون خلق کرده تصرفش هم از آن اوست، و سرانجام و تقدیرش هم در دست اوست. این وسیع ترین نوع ولایته، وسیع ترین نوع ملکیته که پیدایشش از آن اوست، او پیدایشون کرده، تدبیرش از آن اوست، تصرف از آن اوست و سرنوشت هم از آن اوست. خب اینا که فهمش هم خیلی آسونه، اون وقت میدونه که امامت و ولایت مشرکان مدعی تشیع چه جنایتی است بر علیه اسلام، بر علیه توحید و بر علیه عقیده توحیدی و نبوی اهل بیت پیامبر علیه السلام. این آیه نشون میده که هیچ چیزی جز به اذن خداوند رخ نمیده. له ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. کیس که جرأت داره که شفاعت کنه پیش اون مگه به اجازهش؟ یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، گذشته و آیندهشون رو میدونه. این مخصوص خداونده. آخوند زندیق امام و دین فروش و اهل بیت فروش میگه نه آقا، حضرت امام رضا هم میدونه، شکم مادر بوده امام رضا، از ته قبرش میدونسته که این کی میاد زیارتش، که چی، که بدبخت مقلدان بدبخت برن اونجا چند قرون بندازن تا این آخوندهای حرام خور این چند قرون رو بر خودشون و بچه‌هاشون زهرمار کنن. اصلا اینجاست، این نه این است و نه آن است، حیله نان است، حیله خمس است، حیله آخوندی است. همین حیله رو در با دین زردوش کردن، 5-6 قرن حکومت کردن و دمار از روزگار مردم در آوردن. ایرانی ها نمیتونستن دست به آهن بزنن که آهن نجسه، آهن از هند وارد میکردن به برکت آخوندهای مجوسی اون زمان. بعدا همون مجوسان اومدن لباس تشیع شدن، مرجع شدن، چیشی. فقط اسم عوض کردن. یعلمو ما بین ایدیهم و ما خلفهم، خداوند آینده و گذاشتشون رو میدونه و لذا ولایت داره. امامی که از مادر متولد نشده چطور از گذاشته رو میدونه؟ و اون که چرا بدونه آخه؟ امام بشر، چرا از اسرار دیگران اطلاع داشته باشه؟ چه تافته جدا بافتیه مثلا؟ یعنی امام باشه نباشه چه از دنیا کم میشه؟ هیچی، هیچ. بودنش ضرر فراوان داشته. این امامی که شیعه درست کرده، لیکن خداوند صفاتش اینه که حال و گذشته و آینده رو میدونه. و برعکس دیگران، ولا یحیطون به شیء من علمه، به ذره از علمش، به چیزی از علمش هیچ کسی احاطه نداره، الا به ما شاء، چیزی خودش بخواد. اینو وحی میکنه، اینو پیغمبر میکنه، اونو انسان صالح تو دلش میندازه، لیکن اینم به دست خودشه. وسع کرسیه السماوات والارض، کرسیش آسمان ها و زمین رو فرا گرفته. ولا یعوده حفظهما، و خداوند از حفظ آسمان ها و زمین هم خسته نمیشه. مثل امام زمان نیست که بره سرداب پنهان بشه که چی آقا از قتل میترسه. بابا عباسی ها رفت دیگه از قتل میترسه که چی؟ دیگه این همه دولت دارید، نمایندگان دروغینت این همه دولت دارن، همه سربنیز کردن، دیگه بیاد اولی کسی که دمار از روزگارش در میاره هم شیعه هستن، آخونده هستن، برکه اینا به اسمش جیبوری میکنن، اون بیاد چیکار کنه؟ این بهایی ها گفتن نمایی، ببین چیکار کردن با شما.
اونا چه غلطی دیگری کردن؟ آقا اونو که شما یمه بیا بیا میگی ما من اومدم ایناش محمد علی بجا خودش با اولا بجا خود باز اونا بجان هم افتادن دکان دوزی. و هو العلی العظیم اوس برتر و بزرگتر و با عظمته. من ذا الذي يشفع عنده؟ یکی از معانی یشفع به معنی یجتمع جمع شدنه، یعنی هر عنصری در زمین و هر چیز دیگه بخواد جمع بشه نیاز به اذن خداوند هست. این خیلی مهمه، این از الفبای توحیده، از الفبای اسلامه. لیکن امروز در میان دعوتگران چه بسا که غریب ناآشنا باشه. به عنوان مثال یشفع معنی جمع شدن. یه ویروس میخواد داخل جسم انسان بشه، این ویروس که داخل جسم انسان میخواد بشه نیاز به موافقت خداوند داره، چون کارها دست اونه، دست کس دیگه نیست. نیاز به موافقت پیغمبران نداره، نیاز موافقت بزرگان نداره، نیاز موافقت عیسی نداره، نیاز موافقت فرشتگان نداره، چون کارها در دست اوست. لیکن بشر از هر کدوم از منات و لات و عزا و هبل هر یکی دارد بوتی اندر بغل. آخوند ما از برهمن کافرتر است، زان که او را سومنات امامت اندر سر است. یه ویروسی که میخواد داخل جسم بشه نیاز به اذن خداوند داره، خداوند باید موافقت کنه. این که آتش بسوزونه نیاز به موافقت خداوند داره. من ذا الذی یشفع، این آیه شاید یکی از پرمعنی ترین و وسیع ترین آیات قرآن باشه. یعنی هیچ دو چیزی مطلقا از جمادات، از حیوان، از نبات، از انسان به هم نمی رسن مگر به اذن خداوند، به هم سود نمی رسونن مگر به اذن خداوند، به هم ضرر نمی رسونن مگر به اذن خداوند. دوز نمیتونه از کسی دزدی کنه مگر به اذن خداوند. ظالم نمیتونه بر کسی ظلم کنه مگر به اذن خداوند. یعنی هیچ چیزی من در الذی یشفع عنده الا باذنه، هیچ چیزی در دنیا رخ نمیده مگر به اذنش. دوا، شما مریض دوا میخوره، دوا از خودش تاثیر نمیذاره مگر به اذن خداوند، بلکه کائنات دست اونه، کهکشان ها دست اونه، چطور زمین و آسمان دست اونه، ذرات کون هم هاکذا. این ولایت بر ذرات کون و خمینی پلید تا کلینی پلید دادن به امام های مجعول خودشون، و چنین ولایتی رو پیغمبران هم ندادن، بس به امام های تراشیده خودشون دادن. و این از شرک مطلق. وقتی که یک میکروب جز به اذن خداوند نتونه کاری بکنه، من باب اولاست که قدرت های بزرگ نمیتونن بر ضعفا مسلط بشن مگر به اذن خداوند. دشمنی نمیتونه ضرر بده مگر به اذن خداوند. لیکن به اذن خداوند و شهر دادن معنیش اینه چی؟ و هو القاهر فوق عباده، اوست که بر بندگانش تسلط داره، قهاره. این فوقیت برتری است،
یعنی چی؟ یعنی امر همه مخلوقات، ولایت همه مخلوقات، ولایت مطلقه همه مخلوقات، همه ذرات جهان در دست خداونده. همه بشر در قبضه خداوندند. همه حیوانات هاکزا، همه کهکشان ها هاکزا، همه قدرتمندان و زورمندان و بوش ها و بریر ها و شارون ها و نیرون ها و صفوی ها و خمینی ها و غیر ذلک همه در قبضه خداوندند. همه طاغیان در قبضه خداوندند. ولذا در حدیثی می خونیم انا الله، منم الله، لا اله الا انا، غیر از من الهی نیست. مالک الملوک، من مالک پادشاهانم و ملک الملوک و شاه شاهنشاهم. ورزا شاهنشاه گفتم به هیچ انسان جایز نیست. در شاه شاهان، شاهنشاه باید خداونده. قلوب الملوک بیدی، دل بندگان در دست منه. دل شارون در دستشه، دل نتانیاهو در دستشه، دل بوش در دستشه، دل امام زمان جدید شیعیان ایران و عراق حضرت آیت الله باراک حسین اوباما در دستشه، دل خامنه‌ای در دستشه، دل بدان و نیکان همه در دستشه. قلوب العباد، همچنان که پیامبر اکرم می‌فرمایند، دل بندگان در دست بین دو انگشت خداونده، هر جور که بخواد میچرخونه. و ان العباد اذا اطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرافه والرحمه. شاهد اینجای بندگانم اگر از من اطاعت کنند، دل پادشاهانشون را برای بندگانم پر از رافت و رحمت و مهربانی و دوستی میکنم. و ان العباد اذا عصوني، اما بندگان اگر نافرمانی من بکنند، دلشون را پر از انتقاد و بغض و کینه میکنم دل پادشاهانشون. فساموهم سوء العذاب، بدترین عذاب ها رو بهشون خواهند داد. فلا تشغلوا انفسكم بالدعاء للملوك، خودتون را به دعای علیه پادشاهان مشغول نکنید. ولكن اشغلوا انفسكم بالذكر والتضرع اكفكم ملوككم، لیکن خودتون را نفستون را به ذکر و به تضرع و زاری پیش خداوند مشغول کنید تا شما را از پادشاهانتون کفایت کنند. این روایت رو امام طبرانی در اوسطش میاره که درش وهب بن راشد هم هست. اگرچه در سند اشکال هست، لیکن معنی این سخن درسته، ولذا موضوع خیلی دقیقه. القاهر فوق عباده، خداوند ولایت مطلقه داره بر بندگانش، برتری داره بر بندگانش، مسلط بر بندگانش، مدیر و مدبر بندگانه. لیکن بندگان چیکار کرده؟ اختیار بهشون داده. ولذا در جهان شما فساد رو نمی بینید مگر در میان انس و جن فقط. غیر از انس و جن، هر چی که در خاطر خطور میکنه نگاه کن، همه مطیع امر خدا هستند. دریاها، رودخانه ها، کوه ها، دشت ها، بیابان ها، باد ها، کهکشان ها، آسمان ها و زمین، همه. شما دیدی یه روز خورشید بگه من طلوع نمی کنم، یه روز زمین بگه من حرکت نمی کنم، یه روز باران بگه من نمی بارم، یا یک خدا بخواد یه روز در من امروز آبان بیرون نمیارم. مثال عرض میکنم، غیر از جن و انس همه مطیعن. ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری.
همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار. شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. این شرط انصافه که به جای خدا را عبادت کنی بری قبر را عبادت کنی، بری شیطان را عبادت کنی، بری شهوت تو عبادت کنی. و هو القاهر فوق عباده، اوست که بر بندگانش علو و برتری داره. بندگان دو نوع، عبد دو نوع، یک عبد که جمعش عباده، یک عبد که جمعش عبیده. عبدی که جمعش عبیده یعنی بنده اجباری است، مجبوره، مقهوره. انسان صحتش دست خودش نیست، ممکن یک پادشاه باشه، یک قطره خون، یک میلیمتر خون در دماغش فلج میشه، همه پزشکان رو زمین بیارید، تمام شد، صحتش دست خداونده. هر لحظه ممکن انسان خدای نکرده نطقش رو از دست بده، بیناییش رو از دست بده و ذاکرش رو از دست بده. بستگی به سکته مغزی داره کجا باشه. هر لحظه ممکن عقلش رو از دست بده، قلبش رو از دست بده. یه شخصی میبینی که جوان خوابید بیدار نمیشه، پس انسان صحتش دست خودش نیست، عجلش دست خودش نیست، دستگاه گوارشش دست خودش نیست. گاهی سلول ها همچنین رشد میکنند که 1009 سرطان هست درش، در خون، در مغز، در دستگاه گوارش، در عضلات، در چشم، در پوست. و انسان در رزقش، در روزیش همچنین ممکنه همه مالشو با یک آتش از آتش سوزی خدای نکرده از دست بده، با یک چپ شدن از دست بده، ممکنه عمرشو در زندان بگذرانه چون یک طاغوت ازش راضی نیست، ممکنه فرزندانشو با یک حادثه از دست بده. اینا همه دلیل بر چیه؟ که انسان زیر فرمان کس دیگره، چه در صحتش، چه در رزقش، چه در خانوادهش، یا روح همسرش بهترین عمرشه در جوانی میبینی یک سرطان اومد و تموم شد، همه چیزو به هم زد. در جامعه همچنین یه تصادف میکنه، عمود فقریش از بین میره، هیچ، از جامعه منزوی شد. پس عبدی که جمعش عبیده اون بنده خداونده، لیکن بنده زورکیه، بنده اجباره، ولی زن ملحد بنده خداونده، بلکه زیر فرمان خداونده، چیکار میتونه بکنه؟ میتونه نمیره، میتونه گرسنه نشه، میتونه مریض نشه. مادامی که انسان حس نکنه که در قبضه خداونده، زیر فرمان خداونده، بنده خدا نیست، خدا رو بندگی نکرده، ورزا پیامبر اکرم علیه السلام وقتی که از خواب بیدار میشد چه میفرمود؟ آنچنان که امام ترمذی از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نقل میکنه: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي. سپاس خدای را که جسمم را سالم قرار داد و روحم را بر من بازگرداند. این دعای یک بنده، دعای کسی نیست که ولایت تکوینی داشته باشه، آسمان را پف کنه باد میبرشون بر سر کهکشان ها، نمیدونم مثل امام زمان کارتونی آخونده
روی ابرهاست، دل آسمان رو میشکافد، بشکافرنده امام زمان رو بشکافرنده ای، بقیه مسخره هایی که در لباس امامت درست کردن. لیکن این سخن که پیامبر میفرماید سخنی که بنده و نوکر خداونده، عابد خداونده، دست دعا برمیداره و به من شما یاد میده شکر خدا را که ما را در جسدمون سالم نگه داشت و روح من را به ما باز کردم. هر روز که از خواب بیدار میشیم این دعا را بخونیم. برکه انسان ضعیفه، میخوابه ممکنه بیدار نشه. ممکن از خانه خارج بشه بر نگرده. ممکن داخل خانه بیاد دیگه با پاهای خودش بیرون نره، با جنازه شو ببرن. ممکنه بره سفر که بره تجارت کنه، مال و منال بیاره. یه میمی خودش مثل یک کارتون آوردنش تحویل خونش دادن، یه اوراقی تموم شده رفت، ببرنش قبرستان. رفتنش با ممکنه با بلیط درجه یک بود، برگشتنش مثل بقیه کارتون ها، بقیه اسباب. انسان اینه، بخواهیم نخواهیم اینه. پس عبدی که جمعش عبیده بنده اجباری است، جمعش عباده اون بنده اختیاری است، اون عابد شاکره، بنده ایست که خدا رو سپاس میذاره. چون این بنده ای خداشو شناخته، مطیع شده، اون هم از سر عشق خودش، از سر قلب خودش، از سر اختیار خودش. قصد من سوی وصال و قصد او سوی فراق، هم تا برایت کام او. این نسبت به انسان، نسبت به خداوندش چطور؟ بنده سپاس، بنده راستین، بنده اختیاری، اونه که خدایشو شناخته، خالقشو شناخته و از سر اختیار خودشو ارادهشو داده به خداش، یعنی مطیعش شده، از سر محبت عبادتش کرده، تقرب به او جسته، صفات او رو به پیر و پاتال و ملنگ و درویش و بزرگ و کوچک و امام و امامزاده و اینا نداده، مثل مشرکان نشده. چون این بنده ای، چون این عبدی جمعش عباده، همونهایی که همون صفاتی را که قرآن کریم در سوره فرقان آیه 63 میاره، و الذين يمشون على الارض هونا، و بندگان خداوند بر روی زمین به آرامش راه میرن. و ما ربك بظلام للعبید، در سوره فصلت آیه 46 میخونیم، پروردگارت بر بندگانش ظلم نمیکنه، بر بندگانش ظلم نمیکنه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بندگان خداوند رحمان، اونایی که بر زمین به آرامش راه میرن، تکبر نمی کنن. روزخان دیروز قاتل و جانی امروز نبود، نمیشن مثل خامنه ای و خمینی. و اذا خاطبهم الجاهلون، وقتی جاهلان اونا رو مخاطب قرار میدن، سلامت از کنارشون رد میشن. بلکه هو القاهر فوق عباده، قهار، برتر، بالاتر، ولایت مطلقه، مدیریت، تدبیر، همه از آن خداونده. ولذا اوست که بر همه روز قیامت اعمال نامشون رو دستشون میده. همه اعمال انسان، حرکات انسان، سکنات انسان، افعال انسان، انحرافاتش همش ضبط شده با صدا و تصویر. بفرما آقای خامنه‌ای اینقدر کشتید، بفرما
آقای خمینی اینقدر زیر خاک فرستادید بفرما، اینقدر وعده دادید چیکار کنید چیکار کنید، دروغ گفتید بفرما، در میان همه مردم چرا سایه بزرگی ها؟ اونجا میگه خمینی و خمینی میگه آقا ما تقیه کردیم؟ اصلا اینا به قیامت اعتقاد دارن شما رو به خدا؟ کسی به قیامت اعتقاد داشته باشه این کار رو انجام میده؟ کسی به قیامت اعتقاد داشته باشه کارهای روافض و دواعش انجام میده؟ کار حزب و شیطان انجام میده؟ و هو القاهر فوق عباده، اوست که برتر از بندگانشه. و یرسل علیکم حفظه، براتون حافظان نگهبانان میفرسته. در سوره قاف آیه 18 میخونیم ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هر سخنی از دهانش در نمیاد مگر اینکه پهلوش مراقبان قوی و محکمی ایستاده اند. خداوند دو تا فرشته مهیا کرده بر هر انسانی، یکی نیکی ها رو می نویسه، دیگری بدی ها رو می نویسه. و فرشته نیک نویس و اونی که نیکی ها رو می نویسه امیر دومی قرار داده. و از دستان میگه السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله، فرشتگاه در پهلوی ما هستند. مادی کور این حرفا رو نمیفهمه، لیکن مؤمن این حرفا رو میفهمه. ولی روز قیامت نامه اعمال انسان منتشر میشه، همه چیز پهلوشه و همه چیز هم ضبط شده. اگه بخوام به زبان امروز رو حرف بگیم، میگه با صدا و تصویر رنگی همه چیز ظاهره. اقرا کتابک کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، در سوره اسراء آیه 14 هم بخون کتاب تو، امروز کافی خودت خودتو محاسبه کنید. چرا؟ چون همیشه ثبت شده. فیلم زندگیت پهلوته. الان در کشورهای پیشرفته که از بهترین روش تحقیق چیه؟ که انسانو فیلمشو میگیرن. مثلا تو ماشینش وایساده خلاف کرده، تصویر میاد دم در منزل، با خودش رانندگی داره میکنه، نمیتونه انکار کنه، باید مخالفت بده، جریمه بده. و شما وقتی مخالفت انسان رو با صدا و تصویر بهش میدید، دیگه نمیتونه حرفی بزنه. اقرا کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، نام اعمال تو بخون، امروز کافی که خودت محاسب خودت باشی، خودتو حساب کنی. ولی وقتی که انسان از یه روز غفلت میکنه، از روزی که به تنهایی میره پیش خداوند، تک و تنها، ممکنه یه انسان بمیره میلیون ها جنازش کنه، لیکن پیش خداوند تنها میره. و اگر چنین روزی رو حسابش نکرده باشه خیلی سخته. اسمای حسنای خداوند زیاده، همشون در دنیا تحقق پیدا کرده جز اسم عدل. اسم عدل یک مقدارش مرتبط با آخرته. اینجا جزئیش بیه، عدل جزئی هست، عدل کلی نیست. جزئی به معنا که بعضی نیکان خداوند بهشون پاداش میده تا تشویق باشه برای دیگران، بعضی از بدان رو بهشون مؤاخذه میکنه تا مانع باشه برای دیگران. این عدل جزئیه، لیکن عدل تام، عدالت مطلقه پیاده میشه. و هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیده،
دستور روم آیه 27 میخونیم، اوست که خلقت رو آغاز کرده دوباره بازش میگردونه. چرا؟ لتجزا کل نفس به ما تسعا، در سوره طه آیه 15 میخونیم، تا اینکه هر نفسی به آنچه که انجام داده پاداش داده بشه، جزا داده بشه. یعنی چی؟ یعنی که من شما در سالن امتحانی، یه انسان رو میبینید در بالاترین درجات اطاعت از خداونده، لیکن در اجتماعی ممکن است این در اون در براننش. یه انسان رو میبینید شب روز نافرمانی خدا میکنه، قبر پرستی میکنه، پیر پرستی میکنه، شراب میخوره، قمار میزن، لیکن در اجتماعی بالاترین درجه رو ممکنه داشته باشه. چرا؟ بلکه اینجا عدل مطلق نیست. لیکن روز قیامت اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، آنگاه که آن واقعه رخ بده و اون واقعه دروغ نیست، رخ دادنیه، خافضة رافعة، کسانی را بلند میکنه، کسانی را به زمین میزنه، کسانی اونجا عزت پیدا میکنن، کسانی اونجا ذلت پیدا ذلیل میشن. یه شخصی را که در دنیا دو قران ارزش نداشته به نظر مردم، اونجا در اعلی علیین میبینید. یه شخصی را که در دنیا با چشم اشاره میکرده همه مردم صفرا سوا میستادن، اونجا و هو القاهر فوق عباده و یرسل علیکم حفظا. این حافظان یرسل علیکم حفظا، براتون محافظ میفرسته، اینا همه اعمال انسانو به شکل واقعیش حفظ میکنن به همون شکلی که هستش. شما مثلا اگه بدونی که تلفنت مراقبه، مورد مراقبت دارن، نگاه میکنن، گوش میکنن، آیا کلمه ای که ممنوعه به زبان میارید؟ محاله. کلمه سلاح به زبان میارید؟ کلمه انفجار به زبان میارید؟ و هاکذا. کلمه شخصی را که ضد رژیمته به زبان میارید؟ محاله. چرا؟ برای که میدونی که تلفنت زیر نظره. خب اگه بدونید که ما یلفظو من قولین الا لديه رقيب عتيد، انسان هیچ حرفی از دهنش در نمیاد مگر اینکه خداوند مراقبان محکمی داره که اینا رو ضبط کنه. اگه اینو بدونید، اون وقتی که میدونید که خداوند با همراهته، اگه اینو مراعات کنید، میت خدا رو خواهی شناخت. و بهترین ایمان انسان اینه که بدونه که خداوند همراهشه، و این معیت و این همراهی خداوند که از بالاترین درجات ایمانه. اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اون که گویا او را میبینید، اگر به این درجه نرسیدید ولی او تو را میبینه. و یرسل علیکم حفظه، براتون محافظان میفرسته، مراقبان میفرسته. در دنیا من شما همه حکم مرگمون صادر شده، لیکن بدون اجرا. هر کدوم از من شما روزی که آمدیم به دنیا، حکم مرگ من شما اون موقع نوشته شده. هنوز تو شکم مادر به دنیا نیامدیم، تو شکم مادر 40 روزه که بودیم، اون موقع نوشته شده که مرگمون که من شما داریم به سوی مرگمون بدو بدو داریم میریم، لیکن این حکم وقت اجراش دست خداونده. هر کسی یه اجل داره، لیکن هیچ که نمیدونه اجلش که ممکنه بعد از یک ساعت باشه،
ممکنه بعد از یک ثانیه باشه، ممکنه بعد از یک عمر باشه. چه افرادی که سال گذشته با آن شما بودن امروز نیستن؟ چه اشخاصی که از خواب خوابیدن بیدار نشدن، سفر رفتن بر نگشتن و هکذا. دنیا اینه. یه داستانی نقل میشه، سمبولیکه، رمزیه. حضرت سلیمان خداوند بهش قدرتی داد که به هیچ که نداده. باد در اختیارش بود، کوها در اختیارش بودن، ملک الموت پیشش بود. ملک الموت به شدت داشت یک رو خیره شده بود یه شخصی. این شخص از حضرت سلیمان سوال کرد که اینی که من به این تندی نگاه میکنه کیه؟ گفت که ملک الموت. این دلش در آمد از ترس. از حضرت سلیمان تقاضا کرد که اون موقع هند یعنی آخر دنیا بوده، خب بادم در اختیارشه، منو ببر هند. قصه سمبولیکه. خب چیشو قبول میکنه، طلبشو قبول میکنه، اونجا میره، میمیره. بعد موسی با ملک الموت ملاقات میکنه، گفت که چرا این به این شدت به این آقا نگاه میکردید؟ گفت برای که به من دستور رسیده که من مرگشو در هندوستان بگیرم، اینجا چیکار میکرد؟ توجه میکنید؟ ممکنه انسان کفن خودشو به دست خودش بدوزه و ندونه. نقشه ها، برنامه ها، میخواد خونه اجاره کنه، میخواد خونه بخره، میخواد کارخانه بسازه، ناگهان مرگ میاد. رضا بعضی از علما میگن که مرگ یه تیریه که به طرف ما رها شده و وقت وصولش که وقت اجلمونه. حتی اذا جاء احدكم الموت، تا اینکه مرگ به سوش بیاد. گاهی انسان از مرگ فرار میکنه، ناراحتی قلبی داره، همه فکر ذکرش اینه که ممکنه با به خاطر قلبش بمیره، یعنی همه گمانش بر اینه که به خاطر این مرض بمیره. ولذا به صحتش اهمیت میده، وزنش رو کم میکنه، غذای خوب میخوره، به دقت مراقب قلبشه. چرا؟ چون میترسه که مرگ از طرف قلبش باشه. لیکن ناگهان میبینه که مرگ از جای دیگه میاد که اصلا حسابش نکرده. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. بگو که ملک الموت شما را قبض روح میکند، همون ملک الموتی که وکیلتونه، و بعدم به سوی پروردگارتون باز میگردید، نه به سوی امامتون، همچنان که آخوند دجال رافضی میگه. تندرستی اینا هیچ ربطی به اجل انسان نداره، اجل چیز دیگریه. چه بسا افرادی که سالم و صحیح جوان بودند رفتن، نه مریض بودند هیچ. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، از سوره جمعه میخونی. بگو مرگی را که ازش فرار میکنی شما رو ملاقات میکنه. شما تصور کنید که یه انسانی از یه قدرت میترسه فرار میکنه، از اطلاعات، از جاسوس ها، از شخصی اونو میخواد بکشه، فرار میکنه. خب ناگهان جلوش میبینه چی میشه؟ برق میگیره دش دیگه. مرگ اینجوریه. ورسه قضیه مرگ هیچ ربطی به تندرستی نداره. شما یک اجلی داری پیش خداوند، یه وقتی داری پیش خداوند، این وقت کم و زیاد نمیشه.
مثلا عمرت پیش خداوند 91 سال و 1 ماه و 10 روز و 5 ساعت و 5 ثانیه مثلا. خب این کم و زیاد نمیشه، لیکن شما میتونی این عمر رو با رعایت نکردن تندرستی خودت در بیمارستان بگذارید، یا با رعایت صحت خود و تندرستی میتونید فعال باشید. به همان اندازه که به سنت پیغمبر بیشتر عمل کرده باشید، بیشتر به صحت خودت اهمیت میدید. در سوره آل عمران میخونیم حتی اذا جاء احدكم یا ایها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ای مؤمنان پرواپیشه باشید، به حق از خدا بترسید، نمیرید مگه اینکه شما مسلمانید، مگه مرگ دست خودمونه؟ علمای بزرگوار تفسیر میگن که نه اینطوری نیست، نه که مرگ به دست خودمونه، نه، لیکن مواظب باشید که مرگ وقتی به دستتون که به سراغتون بیاد بر طاعت خدا باشید، بر توحید خدا باشید، بر اسلام باشید. ولذا در روی زمین انسانی زیرکتر و عاقلتر از کسی که حساب مرگ رو در هر لحظه بکنه نیست. کسی که همیشه به حساب مرگشه زیرکترین انسانه. فرق مؤمن با غیر مؤمن چیه؟ فرق مؤمن با ملحد چیه؟ مؤمن سرکارش با وحی خداونده، با نوشته، با دستوره، با قانونه. غیر مؤمن واقعیت گراست، اینهایی که از خدا دورن، آدار رو نمیشناسن، میخورند، مینوشند، هرچی از متعه شهوت دنیاست بلند میشن، شب زندداری میکنن، تفریح میکنن، تکبر میکنن، میزنن، میکشن، هرچی، نماز نمیخونن، هیچ ناراحت هم نیستن. خب صحتش هم خوبه، مالش هم زیاده، همسرش هم جلوشه، بچه‌هاش هم جلوشن، ماشین هم داره، کشتی هم داره، ممکنه داشته باشه، هر تابستان یک کشور تفریح میره. این زمان حالشون چی میگه؟ از دی که گذشت از او یاد مکن، فردا که نیامده است پر یاد مکن، برنامده و گذشته بنیاد مکن، حالی خوش باش و عمر برباد مکن. چون انسانی واقعیت گراست، فقط روزش رو درک میکنه، گذشته آینده براش مهم نیست، ولی وقتی که مرگ بیاد این برقش میگیره، غافلگیر میشه. چرا؟ چون حساب چون روزی رو نکرده، در برنامه روزانه زندگیش رو اصلا حساب نکرده. اما مؤمن نه، واحد نه، زیرک راستین نه، اون با وحی سر کار داره، با قرآن سر کار داره. يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله. اي پروا پیشگان، اي مؤمنان، اي باورمندان، اموالتون، بچهاتون شما را از یاد خدا غافل نکنه، با این سر کار داشته. سوره منافقون آیه 9. ملحد و غیر مؤمن واقعیت گراست. مؤمن با قانون گراست، متن گراست، وحی گراست، غیر مؤمن نه، واقعیت رو نگاه میکنه. درست مثل انسانی که از یه شهر به شهر دیگه میره، مثلا از تهران خارج میشه، میره مازندران در زمستان، تا خارج میشه نوشته آقا راه مازندران بسته، برف زیاد اومده، در فرانجا برف اومده. این فوری بر میگرده ولی خود در خود تهران هوا آفتابیه، مشکلی نیست که.
اگه انسان واقعیت گرا باشه که راهشو ادامه میده، اگه زبان بفهمه، حرف بفهمه، نوشته بفهمه، فوری بر میگرده. عاقل این تابلو رو که میخونه بر میگرده. چرا؟ چون هدفش مازندران راه بسته. اما حیوان نخیر ادامه میده تا وقتی که برف رو ببینه با چشم سرش. چرا؟ چون با واقعیت سر و کار داره، با وحی سر و کار نداره. یک مثاله، ولذا وقتی که مرگ میاد، که بر همه هم میاد، عاقل پشیمان نمیشه، بلکه حساب چون این روزی رو کرده. مؤمن وقتی که مرگ سراغش میاد، بر طاعت خداونده، پیش دوستش میره، پیش رفیقش میره. غدا نلقى الاحبه محمدا و صحبه، فردا دوستان رو میبینیم، محمد و یارانش را. مؤمن، مؤمن راستین، وقتی که بر طاعت خداونده، مرگ اومده بر طاعت خداونده، مالش رو در راه خدا خرج کرده، فرزندانش رو درست تربیت کرده، با همسر و بچه‌اش به خوبی رفتار کرده، زندگی اسلامی درست کرده، دخترانش رو محجبه کرده، اسلام رو در خودش، در خانهش، در کارش تا جایی که تونسته پیاده کرده، هر چی داشته نداشته در راه خدا مصرف کرده، چون این انسانی وقتی که ملک الموت میاد چی میگه؟ قیل ادخل الجنه قال بما غفر لی ربی و جرنی من المکرمین. ملک الموت میاد میگه بفرما برو جنت. از همینجا در دنیا جاشو در جنت میبینه. جالب اینجاست، تا ملک الموت ببینه شروع میکنه به قبض روح، جاشو در جنت میبینه. قیل ادخل الجنه، بهش گفته میشه بفرما برو به طرف بهشت. میگه یا کاش که قوم من میدونستند که خداوند منو مغفرت کرده و منو از مکرم شده ها قرار داده. در سوره یاسین آیه 26 و 27 میخونیم. اما اونی که از خدا غفلت کرده، بیخبر بوده، پیش این امام و اون امامزاده و اون قبر و اون پیر و اون پاتال رفته، یا پیش این کازینو و اون دختربازی و اون رباخاری و اون دوزی و اون چفاول رفته، اصلا خدا در ذهنش نبوده. وقتی که فرشته مرگ میاد فریادی میزنه که همه اهل زمین اونو میشنوند جز انسان، چون غافلگیر میشه و فریادش از شدت پشیمانیشه. ثم ردوا الى الله، دوباره همشون سوی خدا بازگردانده میشن، نه به سوی امام که شیعه گذاشته. الالله مولاهم الحق، همه به سوی مولای حقشون بازگردانده میشن، همچنان که او خلقشون کرده، همچنان که او فرستادهشون. مبدا از اوست، منتهام از آن اوست، بازگشت هم به سوی اوست. الا له الحکم، همانا بیدار باشید که حکم و دستور از آن اوست، نه از آن ولی فقیه، نه از آن پیر و پاتال. و هو اسرع الحاسبین، او سریع ترین حساب کنندگانه. مولا اونه، اوست که دوستته، اوست که تربیتت میکنه، اوست که مراعاتت میکنه، اوست که هدایتت میکنه، اوست که پیشش بودی تو رو به دنیا فرستاده. بیایید خدایمون را بشناسیم از راه کتابش و از دام امام تراشان و پیغمبر پرستان و پیر پرستان و شهوت پرستان و بقیه سربازان شیطان نجات پیدا کنیم. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. چند لحظه بعد ان شاء الله باز میگردم.